سلام رفقا، حالتون چطوره؟ بیاین خائن رو بکشیم، یه خائن کشی الان راه بندازیم. و چقدر دوست دارم مثل خانم ترانه علی دوستی اون چک خوب سینما ایران رو بزنن، ولی یه سری ها انقدر تعصب دارن که میگن وقتی که طرف گوزنها رو ساخته باید بهش احترام بذاریم. درسته که آقای مسعود کیمیایی شما توی موج نوی سینمای ما دست داشتی، بودی، گوزنها ساختی و و خیلی دیگه کارهای بزرگ کردی، اما دلیل نمیشه با 31 بازیگر و یک تهیه کننده 32 نفر بیای یه ولوشوی به ما تحویل بدی و انتظار داشته باشی یه فیلم فارسی خوب امروزی به ما نشون بدی که بگی به به چه چه با این همه عوامل. آفتاب لگن 200 دست، شام و نهار، خائن کشی، فیلم 4 قسمت سریال. بریم و برگردیم با نگاه و سحر و کیارش و عبدی. عبدی بهت زده است، در مورد این سریال بیشتر با هم صحبت کنیم. بیایم از آقای داریوش مهرجویی شروع کنیم. سال 88 نارنجی پوش رو ساخت، بعد اومد اشباح رو درست کرد، بعد اومد که لامینو رو درست کرد و انگار مجبورش کردن که بعد از یک دهه بیاد یه فیلمی درست بکنه و و فلان. آقای مسعود کیمیایی و و فلان. یه ذره از آقای تقوایی یاد بگیر. درود رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام عرض ادب خدمت همه بینندگان عزیز. از آقای ایبی میخوام شروع کنم برنامه خائن‌کشی رو. چرا آقای ایبی؟ الان براتون توضیح میدم. آقای ایبی زمانی که آهنگ اجرا میکرد و آهنگ‌های قدیمی مثل آهنگ سایه، مثل آهنگ درخت، مثل آهنگ پوست شیر و و و غیره بسیار توی سبک خودش مستعد بود و اون موقع چیزی به نام صدا سازی و آواز و سولفژ و اینا نبود و ایشون یه پکیج کامل بود. نه آقای ابی، خانم گوگوش همینطور، آقای داروش همینطور. ولی آیا الان اجراهای آقای ابی قشنگه؟ دقیقاً مثل کسایی که میگن گوزنها رو خوب ساخته، همچنان هم خوبه. مثل کسایی که همچنان میگن ابی داره خوب میخونه. نه، ایشون اصلا خوب نمیخونه. الان کاملا روی صحنه هیچ اجرای تمیزی نداره. اینو خواستم نسبت بدم به این داستان. اول صحبتم مخاطب قرار میدم آقای کیمیایی عزیز رو. آقا جون مادرت خودتو بازنشسته کن، تو رو خدا باورهای حداقل اونایی که بهت ایمان دارن رو به هم نزن. علی اوجی، تو دست از رضا یزدانی و نرگس محمدی کلا بر نمیداری، بی خیال این دوتاشو. چرا هر جا میری این دوتا باید باشن؟ خدا رو شکر یک مقدار امیر آقایی جمع و جور کرد تو این سریال. احساس کنم خوش به نظرم یه مقدار بالاتر از بقیه بود بازیش، حداقل نمیگم کامل چون افتضاح بود. بعد خود آقای علی روجی صحنه‌ای که بازی میکرد، بچه ها من واقعا خندم گرفت، فکر میکنم طنز میبینم. ببین لحن و اجرای بیان دیالوگا یاد چیز اون طنز مهران مدیری افتادم که بازی میکرد خندم میگرفت. بعد تو هر دیالوگی که بیان میکرد این پره‌های بینیش گشاد میشد، اصلا یه چیز افتضاح عجیب غریب. یه شترگاف پلنگی بازی کرد ایشون که من تا حالا ندیده بودم از بازیگر درجه صفری. حتی موسیقی متن سریال به شدت زیاد و زننده است. اون موسیقی متنی که لحظه‌ای که امیر آقای تیر خورده بود چی بود؟ اصلا آقا مگه موسیقی متن نباید با فیلم برداری و دیالوگ و داستان پیش بره؟ چه ربطی داشت؟ بعد فیدین موسیقی متن، ولوم یوها آب، چه دلیل؟ ببین دلیلش اگه من بفهم میگم آقا دلیلش، ولی هیچ دلیل نداشت. دختری که ویالون زنده داشت میزد چقدر هم قشنگ میزد، ولی چه ربطی به اون صحنه داشت؟ اصلا چی کار داشتی میکردی؟ بعد زمانی که خانوم ها داشتن با هم صحبت کردن، سه شخص نرگس محمدی و پانتا بهرام و سارا بهرامی توی قسمت آخر، باز هم موسیقی من چه ربطی داشت؟ اینا اصلا داشتن با غیبت میکردن، بعد موسیقی من چیز گذاشته، قیصر گذاشته بودی رو اون داستانی که داشتن غیبت رو سبزی پاک کنی بود اون قسمت. بعد بچه ها دقت کنید به اینکه دیالوگ های خانوما در کل سریال امروزی بود، به آقایون که میرسید میرفت تو دهه 40. اگر اونجایی که خانم ها باید دیالوگشون شکلش اون شکلی باشه، چرا خانم ها امروزی صحبت میکنن نه اونجوری؟ یا میخوای بگی خانم ها تو خلوتشون اینجوری صحبت میکنن؟ یعنی اینا از اتاق که میومدن بیرون جلوی
دوربین فیلم بازی میکردن؟ نه نداریم. شخصیت پردازی که وجود نداشت. به نظرم اتفاقا این سریال یا فیلم هم که در گذشته فیلم بوده تبدیل سریال شده سرشار از دیالوگ بود فقط، که اتفاقا دیالوگ نبود، مونولوگ بود. ما دیالوگ من نمیدونم، مونولوگ میدید، هر کی داشت مونولوگ خودش رو میگفت میرفت. اصلا یک جمع زیادی از بازیگرانی که خیلی هاشون هم مشهور رو میشناسیم که هر کس میاد دیالوگش رو میگه و میره. مونولوگ بهتره بگم، یعنی این سریال تبدیل شده بود به مونولوگ به اضافه موسیقی متن. راجع به سام درخشانی رضا یزدانی که هیچی نمیتونم بگم، در ادامه بهتون میگم که اگر به این حرفا باور ندارید چیکار کنید که بفهمید من دارم درست میگم. من به عنوان مخاطب بهتون پیشنهاد دارم، بهتون میگم چیکار کنید. وودی آلن بزرگ، من یه ذره آقای کیمیایی یه ذره شبیه وودی آلنه، یعنی برید توی عکسش نگاه کنی یه ذره فکر کنم پولادم میاد بهش میگه دور و بریاش میگه آقا اینکه رو بزن شبیه وودی آلنه. ولی وودی آلن کجا، تو کارهای بزرگ زیاد انجام دادی، اختلاف سنی هم با وودی آلن نداره ها. ولی بچه مهدی بلیق که نقشش امیر آقایی بازی میکرد که کلاهبردار بزرگ آرسن لوپن ایران بود اون زمان، یه آدم بی سواد بود که اصلا در ادبیات امیر آقایی و دیالوگاش نمی گنجه. ای کاش مثلا یه ذره به اینم دقت میکردن، یعنی کاملا یک آدم لو لول بود اون، ولی خب باهوش بود، کلاهبرداری میکرد. یه کسی که بره یه گونی دمپایی بگیره بیاره بذاره تو ساختمون دادگستری به چهار تا آمریکایی و من فلان بگه اینجا هتل بیان بخریم و بفروشتش، در قامت مهدی چیزم نبود، امیر آقایی هم نبود. سلام میکنم به همگی، همه عزیزانی که دارن این برنامه رو میبینن. فقط اینو بگم که گوزدخان و قیصر رو به نظر من بهروز وثوقی ساخت، اصلا ربطی به کیمیایی نداره. فکر میکنم فقط حضور بهروز وثوقی بود که این فیلم انقدر خوب شده بود. در مورد شخصیت پردازی که یاره صحبت کردی، فکر میکنم که هنوز بعد این همه مدت نمیدونن که شخصیت پردازی یعنی چی. اینکه شما میای تو قسمت اول توی کمتر از 5-6 دقیقه نزدیک 10-12 تا شخصیت وارد میکنی، ولی عملا هیچ کدوم نمیتونن با من بیننده ارتباط برقرار کنن. حداقل یکیشون این وسط باشه که بگم من این آدمو میفهمم که چه شخصیتی داره. این ضعف خیلی بزرگیه. فیلمنامه به شدت افتضاح و ضعیف. من قسمت اولش گفتم که دوست داشتم دیالوگا رو، اما دیگه دل زدم کرد، انقدر که دیالوگا افتضاح بود. میگیم مونولوگ، من میگم که اتفاقا مونولوگ هم نبود، چند تا ضرب المثل بود، داشتن کنار هم دیگه میگفتن، حالا لابلاش یه جمله هم میگفتن که فقط داستان فیلمو ببرن جلو. کلا دیالوگا بی ربط بودن، مثل اینکه مثلا از پشت نمیدونم کامیون برداری یه دونه فیلمنامه بنویسی، یه اون شعار نویسی روی دیوارا رو برداری چیز بکنی که بخوای یه فیلمنامه جمع و جور بکنی. و اینکه تمام صحبت‌هاشون شعار بود، یعنی انقدی که شعار توی این 4 تا قسمت من شنیدم، توی هیچ انقلابی انقدر شعار من نشنیده بودم. و اینکه تنها نکته مثبت این فیلم حالا که سریالم شده بود، فکر میکنم فقط فیلم برداریش بود که اونم مدیون استاد سلامی دیگه، که فیلم برداری به نظر من بی‌نقص بود، بقیه چیزا افتضاح بود، بازیگری ها افتضاح. در مورد علی اوجی که حرفش رو زدین، خب تهیه کننده است و دیگه کلا از تهیه کنندگی موسیقی اومده داره تهیه کنندگی فیلم هم میکنه. فکر میکنم دیگه حالا داری این کارا رو میکنی اشکالی نداره آقای اوجی، تهیه کنندگی بکن، ولی خدای دیگه بازی نکن. خیلی چیزا و خیلی ها نمیاد به تو، بازیگری نمیاد، واقعا افتضاح بود. توی این مجموعه 4 قسمت تنها قسمتی که یکم جذاب بود قسمت سوم بود از نظر من. اونم فقط داستانی بود که بین مهدی بلیق و اون داستانی که با اون فرد ارمنی اتفاق افتاد که رفت حالا پولا رو بگیره. و دوتا قسمت اول که شبیه آنچه گذشت بود، کلن انگار که داشتید یه چیزی رو خلاصه بار نشون میدادی، ولی تو قسمت دال 3 و 4 به نسبت بهتر شد. و اینکه منم موافقم دیگه آقای کیمیایی، به نظر من دیگه وقتشه که به نظرم بره بشینه جدول حل کنه، نمیدونم شطرنج بازی کنه، کلن دیگه فیلمسازی رو ببوسه بذاره کنار. نه فیلمسازی بکنه، چرا فیلمسازی نکنه، مشاوره بده. تو که حتی اسمتم آقای کیمیایی، حالا من میگم تو ببخشید با سن 81-82 سال من نباید این حرف رو بزنم، از من بزرگتری، جزء کارگردانان مؤلف هم نیستین شما، تو رده مثلا عباس کیارستمی هم نیستین شما، آبگوشتی سازی آقای کیارستمی،
مسعود کیمیایی. آبگوشتی سازی. آبگوشتی سازم باید بره بشینه مثلا یکی مثل پسرش رو که به واسطه پدر بوگنده شده رو یه 4-5 نفر بیاره اینجا بشینن با همدیگه یه فیلمی بسازن، بگه آقا اینجا پسرم نکن این کارو، من کردم، مردم به هم گفتن آبگوشتی ساز، شما یه مدل دیگه درست کن. کما این که میگم الان کنسم بده که فیلم بسازن، بازم یه خانکشی 5 ازش در میاد 5 سال دیگه. خب دیگه اینجاست که من بعد فراستی درونم رو بدم تقدیم کنم بهتون. فکر کنم شهاب حسینی بود وقتی که دوتا کلام حرف راست راجع به آقای کیمیایی زد آدامز شد، یادتونه چقدر روش دندون خورد همه جویدنش. واقعا من اتفاقا ببین من میگم آقای کیمیایی به عنوان فقط یه چیزی میشه الان تو این موقعیت ازشون استفاده کرد، آینه عبرت. ایشون میتونه آینه عبرت سایرین باشه برای همه جوانایی که یا همه کسایی که به سن ایشون هنوز برای فیلم ساختن دارن ادامه میدن. من گفتم، من قسمت اول خانکشی گفتم که من میدونم، مطمئنم یه دوره همی بوده که آقای اوجی ترتیب داده، دست راستش آقای مدیری نشسته بوده، اونور آقای یزدانی نشسته بوده، خانومش هم داشته یه قرمه سبزی درست میکرده، بقیه هم نشسته بودن، گفتن چیکار کنیم، حوصله‌مون سر رفته، بیاین فیلم بسازیم. بعد گفتن دوباره چیکار کنیم، بیشتر ازش پول در میاریم، بیاین سریالش کنیم. آقای کیمیایی با چقدر با حرف نگاه موافقم، دقیقاً اون کارها رو هم بهروز وثوقی اون زمان تبدیلش کرد به کارهای درخشان. حالا یه سری دیالوگ هایی هم داشت که در اون زمان به درد خورد. آقای کیمیایی زمانی فیلم می ساخت که مردم ایران خیلی فهمشون از الان کمتر بود و همه تو اینجوری بودن. و من یادم یه زمان آقای کیمیایی فیلم می ساخت که پسرها اینجوری نام رفتن تو خیابون، لاکتا باز بود. الان پسرها میرن پوست زیباسازی پوست انجام میدن، مانیکور، پدیکور. حداقل شما هم دیگه یکم دیگه باید پیشرفت کنین با زمان خودت. نرگس محمدی یک جمله رو نتونست درست بگه، یعنی یک دیال با نوشتن دیگه سواد که داری که، هنرمند نیستی، بازی بلد نیستی، شما دیگه تو پنجم دبستان خوندی، نوشتن برات یه دیالوگ بنده خدا نتونست درست بگه. صد بار توفق و صد بار گیر کرد، یعنی تئاتر هم نبود که بگم زنده بود. آقای و سینما و تلویزیون و هنری که آقای اوجی توش کار کنه و کار بده بیرون، دیگه به نظر من خیلی بیشتر از این نمیشه ازش انتظار داشت. یعنی تنها کسی که این وسط به نظر من داشت حروم میشد امیر آقایی بود و خانم پانتا بهرام بود، چون احساس میکردم در نهایت افتضاح بودن دیالوگ ها فیلم نامه و داستان تلاششون رو کرده بودن. بقیه که اصلا دیگه همه تو در و دیوار بودن و چقدر تلاش کرده بود که آقای کیمیایی دیالوگ هایی هم به خورد ما بده که با عصر امروز درست در می اومد. و من واقعا به عنوان یه جوان ایرانی هنوز نفهمیدم مصدق رو دوست داریم یا نداریم، میخواییم خرابش کنیم، میخواییم بیاییم. من واقعا تکلیف ایران رو هنوز با مصدق نفهمیدم، با شریعتی هم نفهمیدم. یعنی یه جایی میرم میبینم چه نوشته هایی، بعد یه جایی میرم میبینم عکس علی شریعتی رو گذاشتن کنار گروه مجاهدین، گروه های دیگه، و من واقعا هنوز تکلیفم مشخص نیست، نمیدونم که چجوری میشه توی تاریخ راجبشون صحبت کرد. حالا اگه دوستان واقعا اطلاعاتی دارن دوست دارم که کمک کنن، چون من کتاب خوندم ولی با این چیزایی که میسازن و مستنداتی که هست خب حالا یه کمی مغایرت داره. قسمت آخرم که اون دیگه اوجشون نارنجکایی بود که انداختن، انگار که منم با اونا منفجر شدم، یعنی قشنگ احساس کردم منم پاشیدم به در دیوار اون تیرن، یعنی اصلا یه چیز عجیب غریب بود. اوج احساسی که اون خورده شیشه رو مهران مدیره است تو صورت اون دختر، وای اصلا احساسی شده بودم عجیب غریب، یعنی عشق ششان. واقعا امیدوارم که این کار آقای کیمیایی به خاطره ها بپیونده و واقعا خودشونم به خاطره ها بپیوندن و
بعد آخرین لحظه فقط به خودم میگفتم کاش شما با خانم فاقعه آتشین رفته بودید، دست دست هم رفته بودن از ایران و شما هم میرفته اون وقت توی کنسرتات ردیف جلو میشستی و مثل همیشه ایشون رو همراهی میکردی. همینقدر میتونم بگم، واقعا بیش از این نمیتونم. سهر من یه چیزی ازت بپرسم، حالا که فراستی درونت روشن شده فعالی، اون صحنه بردن مصدق رو بچه ها دیدین؟ چرا این اصلا وای خدایا من نمیتونم من احساس کردم که قربونی کرده بودن، حالا دور از جون آقای فرهادایش قربونی کرده بودن، داشتن میبردن که بدن نظری بدن دست مردم. اینجوری بنده خدا رو گرفته بودن، واقعا اینجوری گرفتنش مصدق من نمیدونم. یعنی سطحی ترین اکتی که میشد همشون بزنن در آقای فرهاد آیش، که من تئاترای بسیاری تو سالن ایران شهر ازشون دیدم، بدترین اکت انگار که مثلا ایشون سرما خورده یه شیاف استامینوفن مصرف کردن و دارن میبرنشون، یه همچین حالتی. بچه حالا بعد یه شیاف من بدید، بچه هم زیر بغلشون رو بگیرن و همه بازیگران اینجوری بودن. یعنی شما مهران مدیری، یعنی این پسره که کلیپ میسازه که الانم خودشو چهر دیوونه به دیوونگی زده، گفته من میرم تیمارستان، علی صبوری، علی صبوری هم در کلیپ های خودش وقتی تصادف میکنه اینجوری به خودش زغال نمیماله که گیریمور این کار چیز کرده، زغال مالیده به مهران مدیری، بزرگ بازیگر. یکی از یه سری مخاطبان ما که ما اومدیم توی برنامه گفتیم آقای مهران مدیری شلوارش در بیاره، همین میگن به به ما بریم اونجا بهترین اکت نمیدونم چه خوفم بزنیم، همه میگن به به مهران مدیری، همه چرا آقا بی احترامی میکنی به ساحت مقدس اللهم صل علی محمد و آل مهران مدیری. اینجوری هن یه سریا، یه سریا انگار که مثلا فامیلشونه، انگار که مثلا مهران مدیری اینا رو زاییده، بعد اینا چیز دارن به ارادت خاص به مثلا چیز زایش آقای مهران و مدیری دارن. نمیدونم آخه مهدی تو هم مهدی تو هم فراستی درون داشتی ها؟ نه به من هرس میخورم، من میگم که یه خائن‌کشی ساختی، یه پولشویی ریز توش کردی آقای علی حاجی، گفتی بس بگیرم اینا رو فلسیز کنم یه شرک سینمایی رو به گوه بکشم، آب بپاشم، گل و لای و مهران مدیری رو هم گلی ملی کنم تمام بیارم، یه پولشویی ریز این وسط انجام بدیم. عمو مسعود هم که اصلا متوجه نمیشه، عمو مسعود تریپ بودیالنیشو برداشته گفته آقا من شما برید بسازید، بچه‌ها هستن، بچه‌ها کارگردانی کنن اونجا. هر کی آقا به سارا بهرامی گفتن که مت اینه، گفته خودم بازی میکنم، هر چی دوست داشته باشم میگم. یه است و بلی هم گذاشته تهش شده مثلا مت نین. دوستای من سلام میکنم، من خدمت همتون، مهدی، کیارش، سحر و نگاه عزیز. دیگه شما همتون همه حرفا رو زدین، من گفتم به مهدی جان من یه ذره نقدا رو براتون میخونم. یکی بوده که مال سایت خود ویجیاتوه که کارشناسه، میگن منتقد همون سایته که گفته که خیلی هم میگن که سالهاست دوره کیمیایی تموم شده یه، ولی خیلی هم بهشون وفادارن. بعد این آقا کلا رو حساب اینکه فیلم خائن‌کشی میاد گفته من عینک بدبینی رو برمی‌دارم، بعد که رفته دیده اومده گفته آقا این یه فیلم پرزرق و برق و کلی ستاره و دکورای پرهزینه بوده، بعد که علی حاجی هم که تهیه کنندش بوده. بعد یه مونولوگی داره علی حاجی که دقایق پایانی فیلم تو میز به صورت لوتیوار صحبت میکنه و تکرار میکنه، اونو بهش گفته که این جایزه تهیه کنندگی علی حاجی بود که مثلا شبیه به هم سر در بیاد. بعد یکی دیگه اومده گفته اصلا آقای کیمیایی قصد نداره این ماجرا رو بخواد باز کنه، رمزگشایی کنه این واقعه عجیب غریب و اقتصادی چی میگن که مال تاریخی بوده و کل چه میگم فکر اینو به خاطر به عهده خود مخاطبش میذاره. خیلی هم ناراحت بوده. البته خب بالاخره وقتی یه چیز تاریخی رو می‌نویسیم معمولا داستان نباید تحریف بشه. یکی دیگه که از منتقداش بوده گفته قطعاً در باب تکنیک دوربین و کنترل راکوردرها بهترین فیلم دکوپاژ کیمیایی این 10 سال اخیر بوده، ولی گفته در کلیت اینم یه ویترین خوشاورنگ از طراحی صحنه و که میگه باز هم فیلم از درون توئیه. والا دیگه میدونیم اینا رو عبدی. خب اینا چیزایی که مردم هم میتونن الان برن بخونن، ولی ما اینا رو میدونیم. تنها نکته مثبتش خب گفتن که طراحی صحنه و لباس که این فضاسازی رو به درستی انجام داده، مثلا اومده شیره کشخونه و قهوه خونه ها رو نشون داده و استعمال دخانیات خیلی توش به صورت مکرر انجام میشده که اونم از استعمال دخانیات ناراحت بوده مثل خیلی از دوستای دیگه ما.
از درگیری های فیزیکی تو فیلم ناراحت بوده، ولی گفته که مثلا قسمت خوبش اون از خود گذشتگی هایی که انجام میدن تا به هدف خود برسن و در راستای این هدف دست به چه خشونت هایی میزنن. یعنی گفته در واقع به نظر میرسه که مقصود اصلی فیلم همونه. اگر دقت کنید شبکه منو توی برنامه میذاره به نام تونل زمان، ما میریم نگاه میکنیم میبینیم که به به ما سالن تئاتر شهر ساختن، به به ما چه عقبه تاریخی خوبی داریم، ولی واقعا ما به فیلم فارسی عقبه آبگوشتی اصلا افتخار نمی کنیم. الان دیگه ما به کلا مخملی ها احترام میذاریم، ولی الان کلا مخملی، من چند تا دونه کلا مخملی دیدم تو کل دوران زندگیم بزرگ شده بودم، اونم میامدن سر خاک فردین خدا بیامرز تو بهشت زهرا قطعه هنرمندان، هر موقع میرفتی دو تا قبر تمیز بود، یکی چیز آقای فردین بود، مرتضی پاشایی، این تو دو قبر همچنان تمیز بود. خب میخوام بهت بگم مردم ما چجوری هن. شاید دوست دارم مسعود کیمیایی این مدلی درست میکنه، یه سری ها دوست دارن، الان یه سری ها میان خودشونو تو کامنت ها جر میدن که مسعود کیمیایی اصلا اسطوره، اصلا زئوسه، با تیرش سه شعله واسطه میخواد همه رو پاره کن. بغل قبر مرتضی پاشایی، حالا برم تو قبرستون، دقیقا مرتضی پاشایی یه قواره اینورتر، رقیه چهر آزاد، مادر سینما ایران خوابیده، دقیقا بغلش علی حاتمی خوابیده، یه سری بچه فوفول میان رو اینا کونشونو میزنن رو این سنگا میشینن برای مرتضی پاشایی، نمیگن فاتحه نخونین بخونین، ولی بدون کونه تو کجا گذاشتی. علی حاتمی که سوت دلانو ساخته، علی حاتمی که یک تصویر، نمیدونم صحنه سوت دلان یادتونه که اینا میرفتن توی عروسی و چراغونی بود، عینشو آقای کیانوش گرامی این صحنه رو تو دقیقه 55 ده ثانیه قسمت چهارم داره، همونطور چراغونی فلان. آقا شما که میری از اون علی حاتمی چیزی میگه، اینا هم بودن داستانش، دوره آقای مسعود کیمیایی تموم شده، اینا همه میدونن، ولی همچنان اگر یه سری بیان بخانیشون و بزرگشون کنن، به نظرم جز بی سوادترین آدم های ایرانن تمام زمان. یعنی یک مش بوز میان از ایشون طرفداری میکنن و من کلمه بوز رو روشون میذارم، تمام، هیچی دیگه ندارم بگم. من دیگه تا آخر این برنامه صحبت نمیکنم. اگر پول این بر این فیلم خائنکشی رو میدادین چارت خیریه، حداقل اونجوری نمیمدن تو خیریه بچه‌هامونو بزنن، پول دوادارونشون رو، یه سری ما آدم، یه سری بچه با بیماری های پروانه ای داریم، اونا داروهاشون نمیان، پول این فیلمو میدادید اونا داروشونو میآوردن، ثوابش خیلی بیشتر بود، یه مستند میساختین خیلی آقای مسعود کیمیایی بیشتر برد میکردی تا اینکه علی اوجی پولشوی بیاد یه همچین فیلمی بسازه. من دیگه هیچ حرفی تا آخر ندارم، نگاهو بشتم این بچه‌ها اگه صحبتی دارن دیگه چیز بکنن. باعث خجالت آقای مسعود کیمیایی، یاد بگیر از آقای تقوایی یاد بگیر که از سال 80 دیگه فیلم نساخت. دمت گرم. کاملا موافقم با حرفای همتون، مخصوصا حرفای آخر مهدی، و هر جور حساب میکنم این فیلم دیگه میشه فیلم علی اوجی، نمیشه مال مسعود کیمیایی. بعد یه سری نقدا رو عبدی داشت میخوند در مورد اینکه حالا توی اون قسمت بانک میخواست مثلا در مورد رفاقت و اینا بگه. فکر کنم تنها چیزی که هنوز کیمیایی بهش اصرار داره همین اصول و ارزش هایی که از قدیم توی فیلماش بوده، یعنی مثلا مردونگی و رفاقت و این چیزا، و هنوزم اصرار داره، چیزی که حالا فکر نمیکنم دیگه خیلی طرفدار داشته باشه تو این زمانه، نه اینکه چیز مهمی نباشه ولی طرفداری نداره. و در مورد شخصیت‌ها یه نکته هم می‌خواستم بگم که چرا همشون رابین هود بودن، همشون دوست داشتن فدای اون یکی بشن. این خیلی بده که تمام شخصیت‌ها شبیه هم باشن، همه بخوان فداکاری بکنن. و قسمت آخر، قسمتی که داشتن تیراندازی بود، خیلی صحنه خنده‌داری بود که یکی تیر می‌خورد، اون یکی میگفت تیر خوردی، دوباره اون یکی تیر میخورد، اون یکی میگفت تیر خوردی، گفت چرا، خب خورده دیگه، داریم میبینی خون داره ازش میزه، خندم میگیره. و خیلی خیلی فیلم بدی بود به نظر من. کلن دیگه آقای کیمی اصلا نمیتونه حتی چیزم بکنه که بخواد یه مشاوره درست و درمونی بده، چون گیر کرده تو همون قیصر، گیر کرده تو همون گوزنا، گیر کرده تو دیالوگایی که شاید برای مثلا یه برنامه 10-15 دقیقه جذاب باشه، برای یه تئاتر حالا خوب باشه، ولی واقعا برای فیلم نه. و من حرفای قسمت اولم کامل پس میگیرم،
من حتی دیگه فیلمنامه هم خوشم چون فیلمنامه اصلا نداشت. البته من تو نقد قبلی هم گفتم قسمت یکیشو دوست داشتم به خاطر دیالوگاش، ولی دیگه دوستش نداشتم و واقعا متاسفم برای اینکه وقتم گذاشتم این فیلمو دیدم. من فقط میخواستم این آخر کار خطاب به آقای اوجی بگم، من یکی از کسایی بودم که میتونم بگم 10-12 سال تئاتر کار کردم، تئاتری که هیچ وقتم اونقدر را دیده نشد توسط آدم معروف، و هنوز هم که هنوز عاشق تئاتر و بازیگریم. ولی اگه توی دنیا به هم بگم تو تنها تهیه کننده‌ای هستی که میتونی باعث دیده شدن من بشی در حد اسکار گرفتن، من حاضر نیستم با تو دیده بشم. یعنی تو امثال شما خیانت‌های بزرگی به صنعت سینما و هنر ما کردین که جوانایی مثل من این آرزو رو با خودشون به گور میبرن، چون یک آدمی مثل تو میای وارد هنر میشی، مهران مدیری باند و باند بازی پشتت در میاد و نرگس محمدی که فقط به درد خونداری میخوره میاری و بازیگرش میکنی. امیدوارم که یه روزی بشه اصلا شبیه تو کی تو هیچ کاری نباشه، یعنی آدمی که مال یه کاری نیست تو اون کار نباشه. و من خودم رو شما رو گناهکار میدونم، تو جوانها و جوانهای امثال من که هیچ وقت نمیتونیم به جایی برسیم تو امثال شما هستم. و اگرم قرار باشه تو فقط باعث و بانی رسیدن من به جایی باشی، من هرگز اون مسیر رو انتخاب نمی کنم. یه نفر اومده بود کامنت گذاشته بودم هم دیدین، گفته بود شماها یک سری آدمایی هستین که سرخورده این به هیچ جا نرسیدین فلان 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 فلان، الان اومدین درباره یه مسعود کیمیایی بزرگ فلان میکنیم. نه آقا، من خودم آدم خیلی بزرگتریم تمام زمان. آبو بریز به قول آقای احمدی نژاد اونجا که میسوزه. همین آبو بریز اونجا که میسوزه. خب بچه صحبتاتون خیلی قشنگ بود، من خودم تحت تاثیر قرار گرفتم و لذت بردم. اول صحبتام با آقای ابی شروع کردم، این قسمت صحبتام میخوام یه موضوعی رو مطرح کنم و یه چیزی که بهتون گفتم و بهتون میگم چی کار کنید با این سریال رو توضیح بدم در آخر صحبت. این چیزی که دارم میگم، موضوعی که میخوام مطرح کنم، بیننده اعتقاد من کاملا و هیچ توهینی به هیچ اعتقادی قصد ندارم بکنم، نیاید بگید که الان مذهبیش کرد قضیه رو، ولی دوست دارم با این مثال بزنم. در زمانهای گذشته که یه چیزی به نام غسل و تعمید وجود داشت، زمانی بود که ما چیزی به نام صابون و مواد شوینده و دترجنز و اینا نداشتیم و در زمان خودش سازگار بود چون راه حل دیگه وجود نداشت. اینقدر این آدم ها مخصوصا عربا کثیف بودن و هستن و زندگی میکنن که اصلا کثافت گرفته بود و برای اینها این داستان غسل و تعمید و اینا شکل گرفت که یه ذره تمیز بشه. هنوز که هنوزه با هم با دست غذا میخورن، کلا با ریشه‌شون مشکل. اما به مرور زمان خیلی از آدما مثل من امروزی که فکر و تفکر رو استفاده میکنم، یا خیلی از آدما که باهوش هستن، آگاه هستن، علم پیشرفت کرده، یه چیزی مثل هنر و سینما شکل گرفته، شاخه‌های مختلف تئاتر و بازیگری اومده، جهش ژنتیکی به وجود اومده توی بچه‌های کوچیکی که 20 سال پیش تشخیصشون برای خیلی چیزا ضعیف بود، خواستم مثالی بزنم بد بود، ولی الان یه بچه 6 ساله جوری حرف میزنه که تو میشینی و میخوب میشی. این به خاطر جهش ژنتیکی و خیلی موارد دیگه است. الان هم من امروزی ترجیح میدم که غسل و تعمید انجام ندم، برم دوش بگیرم، خودم تمیز کنم با بهترین شامپو و صابون. شما هم همینی. اون موقع تو اون زمان که مردم ناآگاه بودن و علم امروزی وجود نداشت و جهش ژنتیکی امروزی توی کروموزوم ها توی اطلاعات افراد، این جهش ژنتیکی دارم میگم تأثیر میذاره روی گیرایی آدم ها، وجود نداشت. یه زمانی که به قول بچه ها اون موقع میگن خیلی ها خوب نبودی، به واسطه بازی به روز وصول خوب بودی، حالا به هر حال کاری ساختی در اون زمان شاید خوب بوده، ولی الان شما در جایگاهی نیستی که بیای کاری بسازی که همیشه میگم تفاوت کاری که راجبش فکر شده و نشده، پولشویی شده یا نشده، نمیگم یا کم شده چون پولشویی هست همیشه، زحمت کشیده شده یا نشده،
میزانسنی توش وجود داره یا نداره، دکوپاژی هست یا نیست، پشت صحنه آدم ها چجوری هم یا نیستن، و همه رو در قالب تولیدی که شما کارگردان عزیز میدید بیرون، ما بیننده میتونیم تشخیص بدیم. شما نمیتونی بیای یه کار خوب از همه لحاظ تولید کنی و ما بیایم بگیم عجب پشت صحنه کثیف داشت. قطعا پشت صحنه خوبی هم داشته، قطعا این کار روش اکیپ مهمی فکر کرده بودن. این میشه نتیجه کاری که شما داری انجام میدی. پس اول برنامه گفتم شما خودتو بازنشست کن. حالا پیشنهادم برای مخاطبا چیه؟ اگر حرف منو باور نمی‌کنید یا خیلیاتون همچنان رگ گردن می‌ذارید و آقای مسعود کیمیایی رو دوست دارید، چشماتون رو ببندید، سریال رو پلی کنید، بذارید دور یک زب در نیم، یعنی یک و نیم، و به صورت رادیو یک سری مونولوگ رو گوش بدید. نیاز به هیچ صحنه‌ای ندارید، نیاز به فضا سازی و فیلم برداری نه، چون اصلا فیلمی وجود نداره، فیلمی نیست، سریالی نیست، این رادیو بود که شما زمانی که رو دور یک و نیم تو گوشت بذاری، چشمات هم ببندی، باز هم متوجه نقصاش خواهی شد، چه برسه به اینکه در قالب این فیلم و سریال بخوای اینو ببینی. بچه‌ها مرسی که تا انتهای این برنامه بودین. اینم از خائن‌کشی. من فقط یه چیزی درباره سینمای موج نو سینما بهتون بگم که آقای مسعود کیمیایی با فیلم قیصر هم بود که کلن از تقلید از سال 1350 بود فکر میکنم، تقلید از موج نو سینمای فرانسه بود که اومدن یه سری کارگردان جمع شدن و گفتن یک موجی را بندازیم، و فیلم گاو آقای کیانوش، میگم داریوش مهرجویی رو میگم کیانوش، داریوش مهرجویی با اون همه بازیگر قدر قدرت، عزت الله انتظامی مرحوم، علی نصیریان عزیز و و خیلی های دیگه، تهش دیدیم که بعد اومد لامینور. اوکی باشه، دمتون گرم، بسته برید یه جا بشینید یه کاری رو انجام بدید. فیلم خائن‌کشی لباسش اگر عبدی گفتش که بچه ها تحسین کردن، دم مارال فرجاد گرم. عرضم به حضور که خیلی خسته نباشید، میگم از تیم پزشکی با پخش شیافهایی که با آقای مصدق دادن، با آقای بچه ها دادن، اونایی که نمیتونستن حس بگیرن اونا بهشون شیاف دادن، و تیم متخصص گیریم که حالا نمیدونم مصرف زغالشون چقدر بود، برید نگاه کنید. آقای مهران مدیری از ماشینش پیاده شده، از مهمونی اومده بوده، زغال پاشیدن روش، گفتم برو یه دقیقه اینجا تو صحنه بگیریم، خونش هم نتونستید درست بکنید. دمتون گرم. بازم میگم دوستانی که میخوان کامنت بذارن، آقا من مهدی گنجیفر در مورد سریال فیلم خائن‌کشی مسعود کیمیایی انتقاد پذیر نیستم، کامنت بذارید جواب بد میدم، از الان گفته باشم بد جواب میدم، من انتقاد پذیر نیستم. شب و روزگارتون خوش. مرسی از عبدی، مرسی از نگاه، مرسی از کیارش و مرسی از سحر. به پایان آمد این دفتر، مستر دکو همچنان باقیست. خدا نگهدار.